بانوی اپرای ایران، زن قدرتمندی که در یک حادثه رانندگی بیناییش را از دست میده و در پی این حادثه همسر و فرزندانش از او جدا میشن. ولی این زن قدرتمند بعد از مدتی دوباره بلند میشه و صدای خودش رو به گوش جهانیان میرسونه. برای شنیدن داستان شیرین و تلخ زندگی پری زنگنه با ما همراه باشید. قبل از شروع این ویدیو ممنون میشم که با لایک و کامنت هاتون از کانال ما حمایت کنید و اگر کانال ما رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید. روزهای روشن به سرعت طی میشد تا در شبی تاریک قدم بگذارم و باز هم پاییز. دنیای جدید، ناشناخته و پر از صداهای بی تصویر. در یکی از خیابان‌های فرعی که به شمیران منتهی می‌شد می‌راندم. در یک لحظه ماشین من بر زمین خیس و لغزنده که نور کم چراغ‌ها بر آن افتاده بود، به سوی ماشینی منحرف شد و باقی زندگی مرا نیز به سمت دیگری منحرف کرد. پریرخ شاهیلانی بعد از ازدواج با حسین زنگنه، صاحب شرکت تاکسی ایر به پری زنگنه شناخته شد. از پدری کاشانی و مادری گیلانی به دنیا اومد. اون فارغ التحصیل رشته اپراست و استعداد ذاتی در صدا و حنجرش داشت که مسیرش رو به خوانندگی باز کرد. برای تکمیل آموختهای خودش به ایتالیا، آلمان، اتریش سفر کرد و از چند آکادمی فارغ التحصیل شد. علاوه بر خوانندگی، در سفر تحصیلی خودش به ژاپن گلارایی رو فرا گرفت. این بانوی هنرمند و توانا در سال 1350 وقتی فقط 32 ساله بود در یک حادثه رانندگی به علت پرتاب خورد شیشه های ماشین بینایی خودش را از دست داد. در پی این اتفاق همسرش هم از او جدا شد و با دو فرزندش از ایران رفت. یک بار جهان او در تنهایی و تاریکی مطلق فرو رفت، اما او دست از تلاش بر نداشت و روشنایی درونش رو روشن نگه داشت. پری زنگنه بعد از یک وقفه کوتاه فعالیت‌های خودش رو شروع کرد. صدای او توی محافل هنری مهم جهان از جمله تالار الیس نیویورک، سان فرانسیسکو، دانشگاه هاروارد، پاریس، مونیخ و تالارهایی در سرتاسر ژاپن پخش شده و کنسرت‌های زیادی به نفع پیشبرد اهداف گروه نابینایان رایگان برگزار کرده. پری زنگنه در موسیقی فولکوریک و محلی ایران کارهای ارزشمندی انجام داده و فارغ التحصیل شاخه اپرا از هنرستان عالی موسیقی تهران. شاگرد نصرالله زرین پنجه بود و به خاطر صدای خاصش برای یاد گرفتن اپرا به خانم اولین باغچبان معرفی شد. بازسازی علمی ترانه‌های بومی و محلی ایران و اجرای اون به سبک کلاسیک از کارهای شاخص او به شمار میره. اون برای کودکان هم چندین کتاب تألیف کرده و مقالات و ترانه‌های متعددی منتشر کرده. فرهنگ جامع آوای نام‌ها از ایران زمین که مهمترین نامنامه در زبان فارسی به شمار میره، حاصل عمر ارزشمند ایشونه که تدوینش حدود 5 سال به طول انجامیده. از کتاب‌های دیگرش پری لالایی‌ها، سروده‌های پری زنگنه برای همه سالان و سخنی به خوشی هست. پری زنگنه فعالیت‌های وسیع اجتماعی هم برای بهبود وضعیت نابینایان انجام میده. از جمله برگزاری کنسرت به نفع سازمان‌های فرهنگی نابینایان
در سراسر ایران و جهان. همچنین ریاست روابط فرهنگی و اجتماعی نابینایان ایران رو عهده‌دار بوده و عنوان بین‌المللی سفیر حسن نیت رو دریافت کرده. بعد از انقلاب فعالیت‌هاش در کنسرت‌های ویژه بانوان محدود شد. اون بعد از جدایی از حسین زنگنه دیگه ازدواج نکرد. حسین زنگنه بعد از حادثه رانندگی و نابینا شدن پری زنگنه ازش جدا شد و به همراه دو دخترشون از ایران خارج شدند. یکی از دخترهای اونها به نام شاه پری زنگنه همسر عدنان خاشقچی دلال اسلحه و میلیاردر معروف عربستان سعودیه و دختر دیگرش امیرا زنگنه بازیگر هالیووده. از آهنگهای معروف این خانم ارزشمند گنجشکک اشیمشی، جان مریم، گل پامچال، گل گندم، جان مریم و مستم مستم. براشون آرزوی سلامت و سعادت داریم. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید و ممنون که ویدیو ما رو لایک میکنید و نظراتتون رو برامون بنویسید.